خب عرض کنم که همطور که دوستان مستحضرن بحث درباره این بود که راه‌های پیشگیری از اضطراب‌ها، چه اضطراب‌های موقعیتی و چه اضطراب‌های وجودی، کلمه اضطراب‌های وجودی رو دیگه امروز بهش می‌رسیم، یعنی چه اضطراب‌هایی که به واسطه موقعیت‌های زندگی پیش میاد و چه اضطراب‌هایی که کاری به موقعیت‌های زندگی نداره. اساساً برای همه انسان‌ها در هر مکانی، زمانی، جامعه‌ای، فرهنگی، تمدنی، در هر برهه تاریخی میتونن پیش بیان که بهش میگیم اضطراب‌های اگزیستانشیال و وجودی. بحث درباره این بود که این نوع اضطراب‌ها چگونه میشه ازشون پیشگیری کرد تا اونجایی که میشه کرد، و احیانا حتی اگر این استراب عارض من شده باشه چگونه میتونم این استراب رو که عارض شده رو درمان بکنم. ولی بیشتر توجه به پیشگیری بود توی این بحث. خب من سلام خانم، من 30 فاکتور رو 30 عامل رو به نظر گرفته میدم سلام، و اینا رو داشتم خدمت دوستان عرض میکردم که از میان این 30 رسیدیم به 19 و دیگه امروز باید به سرعت 11 دیگه شو بگم. خب 19 این بود که به نظر میاد درست‌ترین و سالم‌ترین ایماژ زندگی در میان ایماژهای سیگانه‌ای که تا الان کشف شده اینه که زندگی رو یک رقص بدونیم. این ایماج تأثیر خیلی قاطعی داره در اینکه استراب‌های ما کم بشه، و ایماج رقص دقیقاً به این معناست که ما بنا نیست در زندگی به جایی برسیم، طرز زندگی ما مهمه، نه اینکه ما بناست مثل وقتی که داریم میریم به دنبال خریدن نون باید به جایی برسیم که اگر نونوایی بسته باشه یا نون به ما نده یا هر چیز دیگری و تمام راه رفتنمون بیهوده بوده. بنابراین ما در اواخر عمرمون یا در اواسط عمرمون یا در پایان عمرمون به جایی برسیم، چون اگر این تلقی رو داشته باشیم اون وقت حوادثی که ممکنه ما را آرزمون بشن و نگذارن به اونجا برسیم، همه این عوامل برای ما اضطراب انگیز میشن. اما اگر بنابر این باشه که من بگم من بنا نیست به جایی برسم، من بناست فقط خوب برقصم، اون وقت در این صورت دیگه هیچ چیزی موکول به آینده نیست که نکنه اون پیش بیاد و من به مقصد نرسم. مقصد همین خوب رقصیدن کنونیه. خب این البته اضطراب ها رو خیلی کم میکنه. من فکر میکنم مهمترین در میان این 30 عاملی که من خدمت رو گفتم و خواهم گفت، مهمترینش واقعا این مسئله است که عرض کردم. این نکته 19 بود که میگفتم که اول آدم باید ایماژ زندگی خودش رو اول کشف بکنه و بعد ببینه چجور میتونه از اون ایماژ خودش، اگر ایماژ رقص نیست، برگرده به ایماژ رقص و آهسته آهسته این ایماژ رو در خودش ایجاد بکنه، این استعاره رو از زندگی بپذیره و بدونه که بهترین استعاره از زندگی استعاره رقصه. این استعاره در آیین هندو هم تو که عرض کردم اولین بار ابداع شد. خدای شیوا خدای رقصانه و میخواد به ما بگه که هر که میخواد مثل من باشه باید رقصان باشه، رقصنده باشه، و بنابراین تمام لوازم رقصندگی رو باید در زندگی بهش توجه کرد. حالا اینکه میگم تمام لوازم که وارد بحثش نمیتونم بشم، که وقتی رقص صورت بگیره و یه سلسله لوازمی داره اگه زندگی رو بخوایم رقص بدونیم. فقط توجه به این داشتم که اضطراب کاهش پیدا میکنه، وگرنه لوازم جدی داره زندگی رو رقص ترقی کردن. این نکته 19 بود که میگفتم. نکته 20 که یادداشت کردم بگم اینه که یک بخشی از اضطراب امروز ما به خاطر شتابی است که مدرنیته و مدرنیسم در زندگی ایجاد کرده. شتاب همیشه اضطراب انگیزه. ببینید در زندگی مدرن هر گونه آهسته کاری به معنی عقب افتادنه،
ما در زندگی مدرن و هرچی مدرن تر و هرچی مدرن تر و هرچی مدرن تر بشه، این در واقع تشدید میشه، این که ما باید شتابناک تر زندگی بکنیم، با شتاب بیشتر زندگی بکنیم. اگر این شتاب نداشته باشیم در واقع عقب میفتیم، شکست میخوریم. شما خودتون میدونید که بهتر از من، همتون میدونید که پیش بینی میشه که مثلا در تا 10-15 سال آینده میلی ثانیه ها هم تأثیر بگذارن در سرنوشت شرکت ها، در سرنوشت تراست ها و کارتل ها، که چند در واقع میلی ثانیه زودتر تونسته این شرکت تصمیم بگیره برای یه کاری یا به فلان اطلاعات دسترسی پیدا کرده. خب این دنیا، این دنیاییست که دنیای سرعت در واقع، البته به تعبیر دقیق ترش باید بگم سرعت دنیای شتاب هستن اگه بخوام از تعبیر فیزیکی استفاده کنم. یعنی روز به روز ما باید علاوه بر اینکه سرعت داریم، سرعت داشتنمون هم در واقع بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. خب به هر حال این استراب ایجاد میکنه. در زندگی های قبل مثلا شما همین الان هم اگه برید در یک روستای دور افتاده چین، در یک روستای دور افتاده کشور خود ما، احساس میکنه انگار زندگی اسلو موشنه. واجه میکنی واقعا احساس میکنه انگار همه چیز کند کردند سرعتش رو. خب البته اون زندگی آرامش بیشتر داره، استراب کمتر داره، ولی در این حال اون زندگی قابل انتقال به یک جایی مثل اینجا نیست، قابل انتقال به یک شهر پیشرفته امروزی نیست، در اونجا دیگه شما واقعا عقب میفتید. خب این الزام استراب رو فراوان میکنه. من قبلا تو همین جلسه شما گفتم که اگر اشتباه نکنم که بودا رو گفت که من وقتی غذا میخورم فقط غذا میخورم و وقتی میخوابم فقط میخوابم و وقتی استراحت میکنم فقط استراحت میکنم و وقتی هم سخن میگم فقط سخن میگم. من و شما الان نمیتونیم این کارو بکنیم، رجوع بکنیم. و به نظرش میاد که این از تیول ارز مهمتره، از پشت دیوار رو دیدن مهمتره، از این که نمیدونم افکار دیگر رو بخونه مهمتره، که آدم در هر آنی از آنات زندگیش اشتغال به یک کار داشته باشه. خب این امروزه برای شما امکان پذیر نیست، شما در آن واحد دارید چندین کار میکنید و اگر بخواید این روش رو پشت سر بگذاری، ازش دست بردارید، خب مسلماً به موفقیتتون، با همون معنای خاصی از موفقیت که میگفتم تو جلسه یک از جلسات سابق، به موفقیتتون البته لطمه میخوره. خب در اینجا شما در واقع بر سر یه دوراهی قرار گرفتید که زندگی شتاب زده بکنید تا موفق باشید، ولی همراه باشید با هزار دلنگرانی و استراب، یا اینکه نه، از زندگی موفقیت آمیز یه مقدار تا جایی که میتونید خودتون کنار بکشید و شتاب رو کم بکنید، خب طبعاً استرابتون هم کم میشه. دیگه وارد این بحث من نمیخوام بشم، ولی خیلی کتاب ها در این زمینه نوشته شده، خیلی خیلی دیگه. بهترینش من فکر میکنم در میان رمان ها هم رمان آهستگی کندراست، که نشون میده چگونه شتاب ما رو در واقع در هویت اون سلف حقیقی ما رو به خطر میاندازه، نه هویت ایگوی ما رو. ایگوی ما از راه همین زندگی شتابناک داره تقویت میشه، چون ایگو بقایش به موفقیته، اما سلف اون خود حقیقی ما رو داره نابود میکنه. خب این راهی هم داره، من به نظرم میاد راهش در دنیای امروز فقط کمتر آلوده شدن به این دنیای مدرنه، وگرنه کاملا که نمیشه بر کنار بود از این زندگی، اما میشه کمتر آلوده شد به این زندگی. کاری در مورد عامل بعدی هم که گفتم یه توضیح بیشتر بدم. اینم در واقع عامل 20. عامل 21 که من یادداشت کردم در اینجا اینه که زندگی مدرن از یه جهت دیگه هم شد استراب آوره، و اون که زندگی مدرن پیچیده است. دقت می‌کنی؟ و پیچیدگی همیشه همراه با نوعی ابهامه و ابهام دلنگرانی میاره. ببینید شما اگر 200 سال پیش، 300 سال پیش، 100 سال پیش
اگر یک کسی تنهای تنها هم میشد، کمابیش میتونست گلیم خودش رو در واقع از آب بیرون بکشه. شما داستانهای تو ادبیات جهان دیده اید، مثل رابینسون کروزوئه در ادبیات غرب، مثل حی ابن یغزان در ادبیات عرب و ادبیات فارسی. در اینجا ها اگه دقت بکنید، حی ابن یغزان یا رابینسون کروزوئه در یه جزیره نامسکونند، ولی خودشون به تنهایی، به تمام معنا به تنهایی، میتونن احتیاجات زندگیشون رو برآورده کنن. اما شما زندگی امروز رو در نظر بگیرید، شما در غیر اون رشته‌ای که خودتون درش تخصص دارید دیگه هیچی نمیدونید، هیچی نمیدونید، واجه میکنید. فقط یک رشته‌ای هست که خودتون درش تخصص دارید، اون البته اون مقدار زندگیتون که به اون توقف داشته باشه رو میدونید، وگرنه هیچی نمیدونید. یعنی یه لوله کشی خونمون رو ما خودمون بلد نیستیم، اگر یخچالمون خراب بشه خودمون بلد نیستیم، اگه برقمون قطع بشه خودمون بلد نیستیم، توجه میکنید. اگر بخوایم پشتبون رو عرض کنم که حفاظی براش درست کنیم، قیروگونی بکنیم، خودمون بلد نیستیم. از بس تقسیم کار اجتماعی و تقسیم کار علمی با هم صورت گرفته، این تقسیم کار اجتماعی و تقسیم کار علمی سبب شده که شما در یک رشته باریک 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 زندگی تخصص دارید، ولی خب زندگی شما که فقط با اون رشته باریک نمیگذره. وقتی اینه که شما خیلی متکی به دیگران توجه میکنید، و این هرچی دقت بیشتر بکنید بیشتر پی میبرید که اصلا دیگه به خود بدون حضور دیگران نمیشه زندگی کرد. خب این بدون حضور دیگران نمیشه زندگی کرد، دو تا منشأ نگرانی ایجاد میکنه. یکی این که من میفهمم که اگر یه ذره دیگران پای خودشونو پس بکشن چقدر زندگی من میره به سوی ناممکن شدن. یکی اینم که نمیدونم اونایی که وارد زندگی من دارن میشن برای رفع این نیازهایی که خودم از سردن نمیارم، چقدر دارن کلا سر من میگذارن، چقدر دارن با من صادقانه رفتار میکنن. شما الان دقت بکنید، مدت ها میگذره، مثلا ما معتقدیم که فلان قرص یا فلان شربت برای فلان بیماری خوبه، بعد ناگهان اعلام میکنن که نه خوب نیست، یا فلان قرص عوارض جنبی نداره، بعد میفهمیم عوارض اعلام میکنن که عوارض جانبی داره. توجه میکنید؟ شما به کدوم که از نوشتم توی اعتماد کنید؟ مخصوصا وقتی که بفهمید که سرمایه داران بزرگ جلو به خیلی از تحقیقات رو که به منافعشون لطمه میزنه رو میگیرن اصلا، خیلی از آمارها رو درش دستکاری میکنن. توجه میکنید؟ ممکنه روانشناسانی که در استخدام اونان، جامعه شناسانی که در استخدام اونان، نهایت میکنه حتی متخصصان علوم تغذیه، علوم دارویی که در استخدام اونان تطمیع بشند و یک سلسله پژوهش های به اصطلاح پژوهش عرضه بکنن برای شما، برای اینکه اون دارو رو مصرف بکنید که اونا تولید میکنن، اون ماده غذایی رو مصرف بکنید. نهایت میکنید این 500 سال پیش 200 سال پیش معنا داشت همچی چیزی؟ شما اصلا خبر ندارید. شما دیدید که همین الان خیلی از جنس ها را به اعتبار فقط قول فروشنده میتونید بخرید. میگه آقا این عینک و این عینک و این عینک، اینا به ظاهر راست میگه، من و شما هیچ فرق بهش نمیبینیم، ولی میگه این ان تومنه، این 5 ان تومنه، این 100 ان تومنه. بازم من نمیفهمم که واقعا این تفاوت با اون داره یا با اون نداره. اگر دقت بکنید در هر جایی اونقدر تقسیم کار صورت گرفته که شما همیشه با یک ندانم کاری مواجهید، انات میکنید و نمیدونید که باید به کی اعتماد بکنید. شما در این تقریبا 50 سال اخیر چقدر تحقیقات صورت گرفته در باب این که همونطور که گفتم به آنچه که از قول روانشناسان اجتماعی، روانشناسان فردی، اقتصاددانان، متخصصان تعلیم و تربیت، متخصصان علوم تغذیه، حتی متخصصان
عرض کنم که علوم معنوی، شما میدونید الان شرکت هایی هستند که با گروه های یوگا اینا قرارداد میبندن که معلم یوگا بگه وقتی یوگا کردن این لباس رو باید پوشید. توجه میکنید؟ و بعد شما میرید میخواید یوگا بکنید، دادی که یکی از معنوی ترین کارها، میخواید یوگا بکنید، میخواید مدیتیشن بکنید، ولی میگن روی این مت باید بنشینید. و این مت ساخته کیه در واقع؟ این زیرانداز ساخته یه شرکت. ولی شما خب چی خبر دارید؟ چی میدونید از؟ توجه بکنید، این خیلی دلنگرانی رو افزایش میده. در واقع ما خودمون قدرت داوری نداریم و نمیتونیم به آنچه که منتشر میشه، آنچه که گفته میشه نمیتونیم. بعد وقتی که به یه آدم دلسوز میرسیم یا وقتی که به متون اصلی یوگا رجوع میکنیم، میبینیم اصلا و ابدا آنچه چیزی نبوده. اصلا بنا نبوده که شما لزوماً زیرانداز داشته باشید، که اونم تازه نوع زیراندازش باید این باشه و رنگ زیراندازش باید حتما این باشه، الیاف زیراندازش باید حتما این باشه. بعد این بر اون بر، بله، یک مؤسسه ای، یک سازمان بزرگ این اومده مرشدها و گروه های اصلی رو حالا تهدید کرده، تطمیع کرده. البته معمولا تا تطمیع موفق باشه که دیگه نیاز به تهدید هم نیست. و شما فکر میکنید که دارید کار معنوی میکنید و این دیگه، ببینید وقتی که اینجا هست دیگه تو علوم دارویی و تو علوم تغذیه و اینا که دیگه معلومه، تو لباس معلومه. یه وقتی میگن این الیاف مضره، اون الیاف مضر نیست. وقتی میگن این الیاف درسته که باعث میشه لباس بو نگیره، ولی یه میکروب هایی هم تو این لباس ها میمونه و همینطور شما اصلا نمیدونید چی به چیه. این دلنگرانی آوره. اینو معمولا امروزه معمولا ازش تعبیر میکنن به اضطراب ناشی از تقسیم کار اجتماعی علمی. تقسیم کار اجتماعی علمی باعث شده که من خودم از زندگیم سر در نمیارم، باید دائما اعتماد کنم و خب جامعه هایی که ما باشون سر و کار داریم قابل اعتماد هم نیستند. توجه میکنید؟ و دیگه الان ماشاءالله در این باب سخن برای گفتن دارم. این دوتا عامل، یکی شتاب این زندگی و یکی پیچیدگی و ابهامی که تو این زندگی پدید اومده، این دوتا اضطراب انگیزه. ولی خب اینا رو چیکارش دیگه میشه کرد؟ حالا قبلا همه فقراتی که میگفتم میگفتم چیکار میشه کرد، ولی برای این دوتا چیکار میشه کرد؟ واقعیتش اینه که برای این دوتا فقط میشه کمتر آدم آلوده این بشه، کمتر آلوده زندگی بشه، و الا نمیتونیم که به طور کلی از این زندگی خودمون کنار بکشیم. ولی خب البته آدم هرچه ساده زیستر باشه اولا، و هرچه به ارزش داوری های دیگران کمتر بها بده ثانیا، و هرچه بیشتر رقابت و موفقیت زندگیش تعطیل کنه، خب به همین میزان این سه تا عامل کمتر این دوتا مشکل براش پدید میاد. یعنی یکی شتاب زندگی، و عرض کنم که یکی هم همین مسئله پیچیدگی که و ابهامی که زندگی پیدا کرده به لحاظ اتکای اجتناب ناپذیر من به کسانی که قابل اعتماد به نظر میاد نباشند، و همینطور من میمونم در یه دلنگرانی که نکنه کلا داره سرم میره. و کلا سرم میره بحث اقتصادی فقط نیست، ممکنه من و شما مدتهایی یه ماده غذایی رو مصرف کنیم با اعتماد کامل و بعد معلوم بشه که مطلقا این ماده غذایی نباید مصرف میکرده ایم، چون اون که دیگه الان ماشاءالله مواردش رو ما داریم. این هم نکته 22 عرض میکنم، یکمی بود که خدمت رو عرض کردم. اما نکته 22 که میخوام عرض بکنم اینه، یکی از نظیر همون نکته 21 منطقه اون در مقام عمل بودیم، در مقام نظره. ببینید یکی از چیزهای استرابنگیز ما اینه که شما دقت بکنید، مثلا نیاکان ما یه جهان نگری داشتن و به اقتضای اون جهان نگری که داشتن یک سبک زندگی هم داشتن. واقعا امکان داشت تا آخر عمر خودشون نه از جهان نگری دیگری باخبر باشن و نه طبعا از سبک زندگی دیگری باخبر باشن.
اینه که در یک یقینی زندگی میکردن که جهاننگری خوب، جهاننگری درست، این جهاننگریه. تازه اگر فکر میکنه که جهاننگری و دیگه وجود داره، وگرنه اصلا فکر میکنه یگانه جهاننگریه. ولی حالا به فرض اینم که خبر داشتن این جایی در دنیای جهاننگری دیگه هست، یقین داشتن جهاننگری خودشون درسته و طبعا سبک زندگی مبتنی بر آن جهاننگری کاملا درسته. الان ما روز به روز بیشتر به اینجا پی میبریم که در ازای هر موضوعی که موضعی میگیریم و دیگران مواضع مخالف اینم گرفتن، هر مسئله رو به نظر میاد از این راه میشه حل کرد، میبینیم دیگرانی از ده ها راه دیگه معتقدن این مسئله حل شدنیه. هر مشکلی رو فکر میکنیم از این راه میشه رفع کرد، ببینیم چقدر متفکران دیگه این مشکل رو از راه‌های دیگه‌ای پیشنهاد می‌کنن که رفع کنیم. اون چیزی که اونجا میگفتم در مقام عمل پیش میاد که نمیفهمم حالا این قضا رو باید خورد یا نباید خورد، بالاخره اینجا در مقام نظر پیش میاد. اینو بهش میگن ایهام نظری جهان. روز به روز جهان نظرن ایهامش بیشتر داره میشه. نگاه می‌کنید شما کدام موضوعه یا کدام مسئله است یا کدام مشکله که یک نحوه پرداخت به اون موضوع، یک نحوه حل اون مسئله یا یک نحوه رفع اون مشکل وجود داشته باشه که هممون دلمون برش قرار بگیره و بگه خب اینو دیگه توجه میکنیم. هر چیزی میای موضع بگیریم، یک کتاب اخیرا منتشر شده، 2 سال پیش منتشر شده، خیلی کتاب جالبی، موضوع عنوان کتاب اینه: تا فهمیدم معنای زندگی یعنی این، فیلسوفان عوضش کردن. این عنوان کتاب، خیلی کتاب جالبی. بحثش اینه که آقا ما این معنای زندگی رو هی میگفتن زندگی معناش اینه. حالا مسئله اینه که نویسنده میگه و حالا معناش اینه که وقتی کتابی رو منتشر میکنم و نویسنده میگه معنای زندگی اینه، اون وقت من باید حواسم باشه که نکنه ادیشن دوم منتشر کرده و همین نویسنده اون که تو ادیشن دومش بگه معنای زندگی اینه. چه بکنیم؟ ما نمیفهمیم که بالاخره چی کار بکنیم. حالا بگذاریم از اینکه هر نظری یه فیلسوفی میده، 10 تا فیلسوف دیگه عرض کنم که باز به گفته همین نویسنده است، میگه فلسفه رو میگن جواب به سوالات نمیده. اتفاقا در هر مسئله فلسفی 1000 تا جواب وجود داره. مشکلی نیست که فلسفه جواب به سوالات نمیده، مشکل اینه که 1000 تا جواب میده. وقتی 1000 تا جواب میده، حالا من اینجا چی کار بکنم؟ این ایهام معرفتی امروزه پدید اومده. حالا جون کنی حتی تا آغاز جنگ جهانی اولم، یعنی تا اوائل قرن 20 هم اینقدر این ایهام وجود نداشت در فهم جهان. خب این استراب انگیز دیگه، توجه میکنید؟ شما دقت بکنید، میگی زندگی ما بر اساس وجود خدا بذارم، نکنه ضرر کنم، نکنه خدا وجود نداشته باشه. زندگی ما بر اساس اینکه خدا وجود نداره بذارم، نکنه ضرر کرده باشه. زندگی ما بذارم بر اساس اینکه خدا متشخصه، یه برای اینکه خدا هست ولی نامتشخصه، انسانواره یا غیر انسانواره. زندگی ما برسر به اساس این تصور از خدا که خدا مداخله میکنه در امور و شئون انسانی، یا امور و شئون انسانی رو مثل امور و شئون مورچگان به حال خودشون گذاشته، مورچگان رو ما هم گفته به حال خودتون میذاریم، هر جور میخواید فیصله بدید قضیه رو، توجه میکنید؟ و به همین ترتیب زندگی ما بذارم به اساس این که من آزادم، به اساس این که من اختیار ندارم، و به همین ترتیب معنای زندگی رو باید کشف کرد، معنای زندگی رو باید جعل کرد. کدام مسئله است که شما ذهنتون برش قرار بگیره؟ واقعا هیچ مسئله اینجوری نیست. اینه که یه ایهامی بر کل زندگی به لحاظ نظری و معرفتی سایه افکنده. خب این استراب انگیز، نیاکان ما اصلا فی استرابی رو عرض میکنم که پدر من نقل کردم، میگفتم که پدر من روحانی بودم، میگفتم که نزدیک نمیدونم 9 ماه یه همچین مدتی پیش استاد فلسفه‌مون راجع به وجود خدا، ادله وجود خدا رو بررسی میکردیم. خب تو حوزه های علمی هم وقتی میگن 9 ماه یعنی هر هفته 5 جلسه، چون مثل درس های واحدی شما نیست که هر هفته 2 واحد میرید و 1 جلسه 2 واحدی میرید. میگفتن بحث میکردیم،
این معدل ابن سینا و نمیدونم کیو کیو کی. بعد گفتن یه روزی بعد از ظهر جمعه ای بود با استادمون و چند تا از شاگردان رفتیم بریم توی قبرستون میگشتیم. بعد که داشتیم برمیگشتیم به طرف شهر برخوردیم به یه مزرعه ای، یه کسی داشت بیل میزد اونجا. استاد من در اومدن گفتن که فلانی، گفت که بله حاج آقا میشناختشون. گفتن که خدا وجود داره یا نه؟ البته که وجود داره. گفتن یقین داری که وجود داره؟ گفت که بله یقین دارم که وجود داره. گفتن حالا اومدیم یه کس اینجا اومد رد شد و گفت خدا وجود نداره، چیکار میکنی؟ گفت با همین بیل میزنم تو سرش که له بشه. ببینید این ممکنه از نظر من و شما تعصب باشه، جزم و جمود باشه، ولی از این نظر نگاه کنید که چه یقینی پشت این هست که حاضر دست به قتل بزنه ولی که کسی که بدیهیات رو انکار کرده. خب شما الان راجع به چی میتونید بیل تو سر کسی بزنید؟ راجع کدوم موضوع، کدوم مسئله، کدوم مشکل؟ تا طرف میگه با سر نزی بنازی که عجب منم به اینم توجه نداشتم. خب میگه تغییر موضوع بدید، یکی دیگه رفیق دیگه رو از اون بر میاد میگه اینم هست، میگه عجب راست میگه اینم هست من به اینم توجه نداشتم. خب این به این توجه نداشتم و به اون توجه نداشتم و به اون توجه نداشتم، این اضطراب ایجاد میکنه. نه میکنی این که عرفا اینقدر میگفتن که بعد در درون خودت یک شهودی حاصل بیاد و به اون زندگی ادامه بدی و الا همیشه فوق هر بحث عقلی بحث عقلی دیگه هم هست، فوق اون بحث عقلی هم بحث عقلی دیگه هست. و هر کسی رو دقت بکنید میبینید که میگید این دیگه ختم کلامو گفته، بعد میگن که آقا یه چند تا کریتیک هم ازش شده، اونا رو بخون. تا کریتیکا رو بخونید که اصلا پنبش زده شده، هیچ همینطور. اینم هم نظیر همون ایهامیست که در مقام عمل میگفتم اونجا وجود داره. اینو به عنوان عامل 22 من یادداشت کردم که امروزه در واقع جهان جهان ایهام هاست. یعنی شما در واقع و این ایهام ها استراب انگیزن، راهی وجود داره یا راهی وجود نداره. من به نظرم میاد که راه نظری که وجود نداره، نهایتش اینه که شخص تا میتونه بتونه دو تا چیز رو بیرون کنه از خودش و دیگه به اون چیزی که بعد از بیرون کردن این دو تا از خودش حاصل میاد به همون اکتفا کنه. یکی این که واقعا انانیت رو بذاره کنار و وقتی آراء رو میبینه مطلقا سود و زیان خودش رو نگاه نکنه که سود من در اینه که این رأی رو قبول کنم یا اون رأی رو قبول کنم، چون این آدم رو چشم‌بنده، این ایگو، این انانیت چشم‌بنده و آدم نمیتونه حق مطلب رو در میان آراء متفاوت درک بکنه. اینم یکیه. یه نکته دومی که وجود داره اینه که به مرجعیت ها بی اعتماد دار میشه، به اتوریته ها بی اعتماد میشه. اگه شما به اتوریته دل بستید، خب اون اتوریته شما رو به یه عقیده معتقد میکنه، فردا یه اتوریته دیگه شما رو از اون عقیده میکشه بیرون و باز به همین ترتیب هرچه از اینجا سودی داشتید اون میاد این سود رو ازتون میگیره به وعده این که سود دیگری بهتون میده. من فکر میکنم تنها کاری که میشه کرد در این مورد همینه. یکی این که واقعا وقت دادن به یه سخنی برمیخوره مطلقا سود خودش رو و زیان خودش رو در نظر نگیره تا با بصیرت بیشتری بتونه اتخاذ رأی بکنه. یکی هم این که اتوریته ها رو فراموش بکنه، چون اتوریته ها فراوانند. توجه میکنید لا تعد و لا تحصى اتوریته وجود داره و منابع و کسانی که بلایت فکری بر خودشون قائلن و ما رو از این طرف به اون طرف و از این طرف به اون طرف میکشونن، ولی همین مقدار بیشتر کار نمیشه کرد. بیشتر از اینش واقعا ما محکوم به یک نوع اضطرابی که الان همه من و شما احساس میکنیم، مخصوصا اگر کسانی باشیم که مطالب نظری برامون جدی باشه. حالا کسانی هستن مسائل نظری برایشون اونقدر اهمیت نداره، ولی اگر اهمیت داشته باشه همین وضع رو ما خواهیم داشت. این نکته 22 بود که من یادداشت کرده بودم. نکته 23 که میخواستم خدمت رو عرض بکنم اینه که ما باید به یک چیز دیگه هم توجه بکنیم تو زندگی و
و این اضطراب رو کم میکنه. و اون این که اون چیزی که ازش تعبیر میکنن به بخت و اقبال، یا گاهی ازش تعبیر میکنن به تصادف، در فلسفه بیشتر ازش تعبیر به تصادف میکنن، در فهم عرفی بیشتر ازش تعبیر میکنن به بخت و اقبال. باید بپذیریم که این در زندگی اثر داره، منتها منظورم از بخت و اقبال و تصادف و اینها اون چیز که الان میخوام بگم، نه اون مفاهیمی که معمولا میگه تو ذهن ما بیاد. ببینید، هر چیزی که در زندگی من و شما پیش بیاد ولی کنش و واکنش های ما در پیش آمدنش هیچ تأثیری نداشته، اینو بیایید بهش بگیم بخت و اقبال، یا بیایید بهش بگیم تصادف. خیلی چیزا که در زندگی من پیش میاد، خب کنش و واکنش خود من تأثیر داشته، اما خیلی چیزها در زندگی من پیش میاد که واقعا سر سوزنی نمیشه من رو دخیل دونستن. این که پدر من در یه تصادف از دنیا برند، فرض کنید، این که یک ورشکستگی برای عموی من پیش بیاد، اینا به من هیچ ربطی نداره. یعنی نمیشه حتی یک سر سوزن گفت تو دخالت داشته داری. این که اینجا زلزله بشه یا زلزله نشه، این که فلان بیماری واگیردار به من سرایت بکنه یا سرایت نکنه، اینا چیزایی هستن که به ما هیچ ربطی ندارن. ما باید نقش اینا رو قبول کنیم تو زندگی. فکر نکنیم هر چه هست فقط یا از طریق ژنتیکه یا از طریق تعلیم و تربیت و آموزش پرورش و فرهنگ جامعه به طور کلیه که بهش میگیم محیط، و یا سن. نه، این مطلب هم که خود ما درش نقش مطلقا نداریم، عنایت میکنه، اینم وجود داره، اضافه بر ژن که ما درش نقشی نداریم و اضافه بر فرهنگ عمومی جامعه که بازم ما درش خیلی نقشمون کمه، و اضافه بر سن، اینم هست که یه سلسله اموری در زندگی ما پیش میاد که این امور رو ما درش نقشی نداشتیم. وقتی نقش نداشتیم دیگه نباید دلنگرانش هم باشیم، نباید جوری رفتار کنیم که گویا خود ما نقش داشته ایم. این در واقع پذیرش اون چیزیست که حالا بعدا به صورت مفصل تر تو همین جلسه امروز میگم، پذیرش اون چیزیست که ما درش اختیاری از خودمون نداریم. اون چیزی که ما درش هیچ گونه اختیاری نداریم، عاقلانه ترین موضعی که میشه در قبالش گرفت، پذیرش. اما ما گاهی وقتا این پذیرش رو نداریم و جوری رفتار میکنیم که گویا رفتارمون، نظرن ازمون بپرسید میگید نه من مقصر نبودم توی این واقعه، نظرن قبول میکنید که هیچ تأثیری توی این واقعه نداشته این، اما رفتارتون رو که آدم میبینه، رفتارتون رفتار کسیست که مثل این که خودتون رو مقصر میدونید در این واقعه، و این یک سلسله دلنگرانی هایی برای شما ایجاد میکنه که اگر بفهمید که نه من هیچ تأثیری نداشتم و اینو به خودتون بباورانید، خب این دلنگرانی ها رفع میشه. حادثه ای که تو زندگی پیش میاد، یعنی جزو دوینگ من نیست، جزو هپنینگ های منه، اونهاییست که تو زندگی من واقع میشه و رخ میده، اینا رو اگر دقت کردیم و فهمیدیم که جزو هپنینگ هاست، چیزاییست که عارض زندگی من شده، ما دیگه واقعا باید ببرزیم با خودمون که مطلقا در مورد شیش دغدغه و نگرانی نداشته باشیم. دغدغه و نگرانی وقتی در مورد اینا دارید، واقعا به خودتون هیچ سودی نمیرسونید، ولی مسلما زیان به خودتون میرسونید. چیزی که من در اشتخالت ندارم، اینو من هیچ کنید دغدغه و نگرانی نسبت نباید نسبت بهش داشته باشم. اما گفتنش خیلی راحتی که باید تذیرش داشته باشیم. بله بله بله، همه اینا یک جلسه من اینو نمیدونم تو همینجا گفتم این از اون امور اختیاری است که صرف اراده درش موفق نیست. گفتم اراده میخواد، به علاوه زمان میخواد و به علاوه برنامه ریزی. تو همین جلسات میگفتم که این اموری که اینجوری هن بازم اختیاری هن، اون تو اختیاری ها دو دستن، یه دست اختیاری هایی هستن که فقط اراده میخواد، مثل وقتی که من به شما میگم دستتون رو بلند کنید، خب همین که اراده میکنید دستتون رو بلند میکنید.
اختیاریه. یه وقت هم به شما میگم وزنتون رو کم کنید، وزنتون کم کنید هم اختیاریه، منطقه دیگه با صرف ارادتون وزنتون کم نمیشه. اینجا علاوه بر اراده به دو تا چیز دیگه هم نیاز دارید، یکی زمان نیاز دارید که این وزنی که میگی کم کنم در چند ماه کم کنم، یکم یه برنامه ریزی میخواد. توجه میکنید؟ یکی از جلسات قبلی اینو گفتم. بله اینم همینجوره. از نظرم گفتم ببرزیم با خودم. وقتی میگن ورزه یعنی از این اختیاری هایی است که با صرف اراده انجام نمیگیره، ولی آهسته آهسته آدم میتونه خودش رو به این صورت در بیاره با یک نوع زمان بندی و با یک نوع برنامه ریزی های خاصی. چرا؟ آدم هایی بودن که همیشه دل مشغول حوادث زندگیشون بودن، ولی کم کم خیلی خیلی تونستن خودشون رو رها کنن از این دل مشغولی و طبعا از این استراباتی که پیش میان. این هم خدمت برسونم که نکته 23 بود. نکته 24 رو که میخواستم یادداشت بکنم، میخواستم عرض بکنم خدمتون، که اونم از نکات خیلی مهمه، توجه به بی‌ثباتی جهانه. ببینید بودا کسی بود که گفت تنها واقعیت ثابت جهان بی‌ثباتی. هیچ واقعیتی در زندگی بشر ثبات نداره غیر از بی‌ثباتی. بی‌ثباتی ثبات داره، هیچی تو زندگی ثبات نداره. شما انگوش رو هیچ چیز واقعیتی نمیتونید بگذارید که بگید این واقعیت ثبات داره، فقط یه واقعیتی که ثبات داره و اونه بی‌ثباتی. بنابراین یگانه واقعیت ثابت جهان خود بی‌ثباتیه. ما باید قبول کنیم که تو همچین جهانی زندگی میکنیم. من بارهای مثال میزنم، میگم یا وارد حمام نشید، یا اگه وارد حمام شدید دیگه بدونید که توی حمام حتی هر چقدر احتیاط بکنید بالاخره آب بهتون میپاشه. اگه میخوای آب بهت نپاشه خب وارد حمام نباید بشی، اما اگه وارد حمام شدی خودتو آماده کن برای اینکه آب بهت میپاشه. واجب می‌کنی. فرقش اینه که وقتی آماده باشی یا آماده نباشی آب بهت میپاشه ها، ولی وقتی آماده باشی آب پاشیدن فقط در حد یک واقعیت فیزیکی باقی میمونه، اما وقتی تبدیل به یک واقعیت دردناک عاطفی ذهنی روانی نمیشه. ولی وقتی خودت آماده نکرده باشی برای خیس شدن و تر شدن، اون وقت آب بهت میپاشه و این آب پاشیدن از حد یک واقعیت فیزیکی فراتر میره و آهسته آهسته درون تو رو رنج میده، رنجور میکنه تو رو در درون. و هر جا همینجوره ها، یاد میکنی آدم هر جا یا نباید وارد بشه یا باید بدونه که اینجا که وارد میشه یه لوازمی داره ورودش در اینجا و این لوازم رو باید رعایت کنی. اگه نمیخوای این لوازم رو رعایت کنی وارد این حوزه نشو، وارد این دایره نشو، وارد این حلقه نشو، وارد این محفل نشو. ولی وارد این حلقه شدی یه لوازم میده اینو بر رعایت بکنی. اگه رعایت نکنی و نخوای رعایت بکنی فقط آزار میبینی. ما هم دو تا کار میتونستیم بکنیم، یا در زمان در دنیای بی‌ثباتی وارد نشیم که متاسفانه این شق اختیارش از ما گرفته شده بود، پدر و مادرمون این تصمیم رو گرفتند و ما رو وارد کردن، بنابراین این که وجود نداره نمیتونستیم وارد شدیم. اما یک نکته دوم وجود داره و اون نکته دوم اینه که قبول بکنیم که در جهان بی‌ثباتی زندگی می‌کنیم و بنابراین قبول بکنیم که هیچ چیزی زمان بقا نداره. هیچ چیز زمان بقا نداره، زامن بقایی نداره که این میمونه. خب اگر اینو بدونید که اینو بودا میگفت و در واقع مهمترین آموزه بودا این بود، وقتی اینو ما بدونیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگر چیز مثبتی در زندگیمون پیش اومد خیلی شاد نمیشه، چون میگیم هیچ تضمینی نیست، این ممکنه ثانیه بعد، دقیقه بعد، روز بعد، سال بعد از دستم بره. از اون طرف هم چیز منفی تو زندگیم پیش اومد مطلقا نمیفتم به دلنگرانی ها و دیگه بالاتر از اینا به یأس و ناامیدی، چون ممکنه لحظه بعد. به زبان بودا بگم هر واقعه خوشی که در زندگیتون پیش میاد بگید ممکنه پرده ای باشه که کشیدن روی یک واقعه ناخوش، ممکنه پرده بره کنار و از پشتش یک واقعه ناخوش پدیدار بشه.
از اون طرف هم هر واقعه ناخوشی پیش اومد، بگید ممکنه این پردهی باشه که کشیدم رو یک واقعه خوشی، و این کنار که میره واقعه خوش از پشت ظاهر بشه. البته اون واقعه خوش هم که از پشت ظاهر پیدا میشه، به اونم همین دیگه دوباره داشته باشید، اونم ممکنه پردهی باشه برای ناخوشی. اینطور میکنید. یکی از عرفای ما ابو عبدالله نفری، یکی از بزرگترین عرفای اسپانیاست، اندلس روزگار قدیم، این یه جمله ای داره خیلی واقعا جالبه. شما زبان دینی و مذهبیش رو بکنید میشه همین بیان بودایی. میگه که الهی ان اختلاف تدبیرک و سرعت طواع مقادیرک منع عبادک العارفین بک ان سکون الى عطاء ولیأس من کفی بلائه. میگه خدای آنان که تو رو شناختن دو تا ویژگی در تو دیدن، یکی این که تو تصمیمات تو زود زود عوض میکنی ای خدا، رجوع میکنی الهی ان اختلاف تدبیرک، تصمیمات تو پشت سر هم میاد و هیچ تصمیم بده انگار قرار نداری، و سرعت طواع مقادیرک، رجوع میکنی و میزان داد و دهشت هم دائما کم و بیش میکنی. امروز زیاد پول با آدم میدی، فردا بیخشو میگیری. باشه میکنی. امروز سلامت حسابی میدی، فردا بیخشو میگیری. این دوتا ویژگی منعا عبادک العارفین بک، این دوتا باعث شدن که کسانی که تو رو واقعا میشناسن دوتا کار نکنن. از سکون الی عطاین، وقتی یه چیزی بهشون میدی خاطر جمع نیستن، سکون باطنی پیدا نمیکنن که خب به ما دادیم تو ممکن لحظه بعد پس. ولی یأس من کفی بلائن، از اون طرف وقتی یه بلایی هم بر شما وارد میشه اینا یأس پیدا نمیکنه، چون میگم که لحظه بعد این بلا واپس گرفته بشه. اینو بیان دینیشو بگیرید معنیش چی میشه؟ یعنی جهان جهان بی ثباتی، این ثبات نداره. حالا دیگه نمیخواید بگید تصمیمات خدا هی داره عوض میشه، و نمیخواید بگید که شلکن و صرف کن در میاره خدا، یعنی جهان جهان بی ثباتی، هیچ چیز بی ثبات نداره. توجه میکنید؟ وقتی یه چیزی توش ثبات نداره، اون وقت بودا میگفت که اینجوری پس مواجه بشید که من از هیچ چیزی خیلی بشکن نمیزنم، خیلی به رقص در نمیام که او این دیگه به من دادن، چون مگه کم شده یه چیزی رو به کسی دادن و پنج روز تا اومده حظش رو ببر ازش گرفتن، و برعکس وقتی هم که نقمتی پیش میاد، نه نعمتی، نقمتی، چیز منفعی پیش میاد، اینا هیچ گونه عاطفه و احساس منفی پیدا نمی‌کنن، چون ممکنه فرد لحظه بعد ازش گرفته بشه. این یک نوع تعادل در آدم ایجاد می‌کنه. بدنسی که بودا میگفت این بود، میگه آدم همین رو خط وسط وای میسه، نه میل به این بر میکنه عاطفه های شدید مثبت، نه میل به اون طرف میکنه عاطفه های شدید منفی، همین بدنس پیدا میکنه. تعادل که میگفت یکی از ویژگی‌های روان سالمه، یک آدم وسط وای میسه. اینات میکنه. خب حالا اگر نعمتی به شما دادن و از دستتون گرفتن، بودا میگفت بگید عجب، اینم یه مصداق دیگری از بی‌ثباتی جهان بوده، اینم یه مصداق دیگه، واجه میکنید نه چیزی بیشتر از این، بگید اینم یه مصداق دیگه، اینم بفهم، اینم یک یه بار که کانفرم شد تایید شدی عرض کنم که بی‌ثباتی، بفهم اینم یک دیگه. خب شما واقعا اگه این بی‌ثباتی جهان، مولانا خیلی این دیدگاه درش، جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدن. این که بیقراری ها به خاطر اینکه میخوای قرار داشت، جهانی که قرار نداره را اگه توش بخوای قراری پیدا بکنی خب بیقرار میشی دیگه. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، دلت میخواد تو جهان قرار و ثباتی وجود داشته باشه، وقت بیقرار شدی خود. توجه میکنی؟ وقت طالب بیقرار شو تا که قرار آیدد، طالب بیقرار بشو. توجه میکنی؟ من فرض کنید که من یک کتاب نو خریدم، توجه میکنی؟ و دلم میخواد به همین نوعی که خریدم بمونه، تا این خانم نگاه به کتاب میکنن میگم اعتاد خانم میخواد بیان از من امانت بگیرن، و معلوم نیست که وقتی برمیگردونن این کتاب دیگه چه آشولاشی شده باشه. توجه میکنی؟ بیقرار میشه، چون طالب قرار این کتابم، میخوام این کتاب به همین صورت بمونه. توجه میکنید؟
تا یه کسی یه لیوان آب برداره بخوره میگم او حالا میزنه میریزه این آب میریزه کتاب من میریزه و داجو همه ی حوادث مضرن برام چون میخوام این کتاب رو به همین صورت نگهش دارم چون میخوام به این صورت نگهش دارم همه ی حوادث بیرونی خطرخیزن بالقوه و من بیقرار میشم ناآرامم داجو میگم اما اگر یه کتاب بخرم و بعد اصلا دغدغه‌ای نداشته باشم هم کتابی که خریدم بذارم اینجا شما میاد آب بخورید خیلی هم بهتون خوشو بهش میکنم راحت هم هست تو دلم هم هیچی نمیذاره میگم ریخ که ریخ توجه میکنید تا نگاه میکنید میخواید از من امانت بگیرید میگم حالا امانت بگیر امانت گرفتن که گرفت ببینید چون نمیخوام این کتاب رو به همین صورت نو و دست نخورده و تر و تمیز نگهش دارم چون طالب این ثبات نیستم در درونم ثبات دارم اما اگه میخواستم این کتاب ثبات پیدا کنه درونم بی ثبات میشد هر حادثه‌ای بالقوه خطرخیزه و این راجع به همه چیزم هست دوستی هم اینجور من دوستی با شما دارم بسیار اگر بخوام این دوستی بمونه و ندونم که دلهای مردم در اختیار من نیست راجع میکنم دل مردم هم مثل کتاب مگه کتاب نو نیست کهنه میشه دل مردم هم کهنه میشه این دوستی که تو دل شما از من افتاده این روز ممکنه کهنه بشه چون میخوام این دوستی شما رو حفظ کنم وقت ببینید چه دلنگرانی های پیدا نکنه اون حرف من اون رنجون خوبه یه مهمونی بدیم توجه میکنی خوبه حتما دعوتش بکنیم خوبه حتما دعوتش رو بپذیریم خوبه یه کادو براش ببریم خوبه اینجا که حرف ناحقی زد هیچی نگیم همه رو دلنگرانتون میکنه اما اگه بدونم تمام این کار رو هم که بکنم بازم تضمینی نیست که محبت من تو دل شما نو بمونه محبت من تو دل شما باز ممکنه کهنه بشه حتی اگه تمام احتیاطاتم بکنم وقتی اینو میگم وقت راحت میشم هر وظیفه اخلاقی که نسبت به شما دارم انجام میدم دغدغه‌ام ندارم دوستیم رفت که رفت چون نمیخوام دوستی که از من تو دل شما هست ثبات داشته باشه وقت آرامم دیگه خیالم راحته هرچی میخواد پیش بیاد نه میکنیم اینه دیگه من دائما مثال زدم شاید برای شما مناسبه دیگه زده باشم من اگه یک کریستال بخرم و بخوام ببرم خونم و بخوام دقیقا همینجور که این کریستال رو خریدم با این قیمت گرون ببرم خونم بذارم رو میز تو حال خونم همه ی حوادث تو کوچه و خیابون بر من خطر خیزن توجه میکنی؟ یک کسی با دوچرخه سریع میاد بیاد من فوری خودم میچسبونم به دیوار که یه وقتی نزنه به من بخورم زمینی بشکنه توجه میکنی؟ اینه دیگه میخوام پای جه بذارم میگم نکنه یه وقتی یه جه لیز بخورم پا من دقت میکنم که رو یه چیزی نگذارم که لیز بخورم ثابت میخوام بکنم یه کسی تو کوچه من فحش میده نشنیده میگیرم راجع میکنیم؟ نشنیده میگم میگم من اگه بخوام شنیده بگیرم الان دست و گریبون میشیم اول اثرش اینه که این از دست من میفته از بین میره نشنیده میگیرم حالا فرض کنید به جای این من 2 کیلو سیب زمینی خریده بودم توجه میکنیم تا که شما با 2 چرخه مدی سریع برید میگفتم آقا کجا میخوای بری؟ که اینقدر عجله میکنی؟ توجه میکنی؟ اگه فوش به من دادی میگفتم فوش به من دادی فایسه که پس بگم فوش دادن یعنی چی دست و گریبون میشدم سیب زمینی ها رو پرتاب میکردم اونجا بالاخره یا جمعش میکردم یا جمعش هم پیدا میکردم وجه میکنید چیزی بر من اضطراب انگیز نیست من با همه چیز حاضرم مواجه بشم چون نمیخوام این سیب زمینی ها رو همینجور نگه دارم اما اون کریستاله رو میخواستم همینجور برسونمش همه چیز بالقوه بر من خطرناک وقت دلنگرانم. توجه میکنید؟ حالا اگه میتونستم به کریستالم هم به چشم سیب زمینی نگاه کنم خب فرق میکرد با ولی نمیتونم این کارو بکنم. اگه ما میتونستیم وقت شما ببینید ما برای حفظ دوستی ها چه کارهای خلافی میکنیم و چه دلنگرانی هایی داریم. برای ایجاد دوستی چه خلافایی میکنیم و چه دلنگرانی هایی داریم. برای استمرار دوستی، برای تقویت دوستی و همین ترتیب. این حالا دوستی تازه رابطه عاشقانه هم همین جوره او اینقدر آدم ها آمدن تو تاریخ که میگفتن من بدون این
زندگی نمیتونم بکنم. ولی بعد همینا عرض کنم که بدترین رفتار رو با همون طرف کردن، این که میگفتم آبش بدون زندگی نمیتونم بکنم، اینجوری باش رفتار کردن دیگه. توجه میکنید؟ مگه کم شد؟ همیشه این داستان یادم میاد که یه وقتی تو تاکسی نشسته و رفتم برم، این برنامه های صبح جمعه بود که خنده داره بود، یه برنامه های بود، حالی اون رو هنوز هم هست من. وقتی این برنامه که صبح جمعه ها بود و هم شوخی بود و مرحوم نوزری اجرا میکرد و اینا، خدا رحمتش کنه، بعد یه خانمی یک شعری فرستاده بود، غزلواره ای که آقای شعر من گفتم آقای نوزری بخون، که من که یادم رفته واقعا، ولی این سطحش خیلی برام جالب. میگفت همون کسی که گفت به خاطر یه تار موت دنیا رو به آتش میکشم، دیشب اون تار موی منو تو آب گوشتی میخواست خودم رو به آتش بکشم. آجو میکنی؟ میخواست خودم رو به آتش بکشم، همون تار موی که به خاطر جهان رو میخواستم به آتش بکشم، میخواست به آتش بکشم. خب اینه دیگه، اینه دیگه، جهان جهان بی سوادی، بنابراین یده رها. آجو میکنی؟ از این نظر بودای توصیه میکرد اون که بحث من رفتی نداره، ولی خیلی بودا میگه هر بار با کسی ملاقات میکنی به خودتون بگید فلانی سلامی است و ودایی، یه سلام بهش بکنی، یه سلام بدونی، درود بدونی و بدرود هم بدونی. چرا؟ چون هیچ ضمانتی وجود نداره که ملاقات بعدی هم رخ بده، نه تو ضمانت بقا داری، نه اون ضمانت بقا داره، نه رابطتون ضمانت بقا داره. بنابراین هر ملاقاتی با هر کسی کردی سلامی بدون و ودایی، درودی و بدرودی، بگو من دیگه با تو خداحافظی میکنم. حالا اگر یه بار دیگه دیدیدش جالبه براتون، توجه میکنید؟ اگر ندیدید خودتون آماده کردید برای که دیگه نبینیدش. و از نظرم یا تو میاد که و حتما دیدید که میگم هر وقت با کسی ملاقات کردی، وقتی میخوای ازش جدا بشی، از این دو تا چیز کاملا مطمئن باشون. یکی این که چیزی به او بدهکار نیستی که نپرداخته باشی، چون که دیگه نبینیش. اگه چیزی بهش بدهکاری، بهش بپرداز. یکی همین که چیزی ازش نمیتونی دریافت بکنی، اگه چیزی ازش میتونی دریافت بکنی، این ازش بی دریافت بکن، چون که دیگه نبینیش. توجه میکنی؟ و از این نظر خودش میگفت، میگفت ما وقتی که با کسی بودای طول بود دیگه، وقتی با کسی میخواست خداحافظی بکنه، پوزش خواهی میکرد از گذشتش. میگفت چون ممکنه دیگه فرصت پوزش خواهی پیدا نکنم. توجه میکنی؟ خب این نوع دید خیلی دلنگرانی تو زندگی کم میکنه. و همه چیز همین جوره، هم امور جسمانی بیرونی بی ثباتن، هم روابط بی ثباتن، هم رویدادها بی ثباتن، هم حالات درونی بی ثباتن. بنابراین برای حفظ هیچ کدامش جلز و بلز نباید کرد، باید قبول کرد که جهان جهان بی ثباتیه. اینم نکته مولانا، خیلی روی نکته تاکید داره. حالا من دیگه یادداشت کردم یه چیزی از مولانا، ولی خدمتتون عرض کنم که برمان نکته 25 که همین اول جلسه رو گفتم بعد روش اشاره میکنم، اون چیزی که رواقیان بهش میگن عشق به سرنوشت. واجه میکنیم اینم خیلی مهمه. ببینید هر کدام از ما با یه سرمایه های به دنیا میاریم، باید عاشق این سرمایه ها باشیم. ما با یک سلسله سرمایه‌های جسمانی به دنیا میایم، با یک سلسله سرمایه‌های ذهنی، با یک سلسله سرمایه‌های روانی، با یک سلسله سرمایه‌های ناشی از اقلیم جغرافیایی که درش به دنیا اومدیم، و با یک سلسله سرمایه‌های ناشی از محیط و اقلیم فرهنگی اجتماعی که درش به دنیا اومدیم. اینا رو باش قهر نباید بود، باید اینا رو همه رو دوست داشت. خب مسلماً من و شما به لحاظ سه تا سرمایه جسمانیمون به یک اندازه به دنیا نمیایم. هر کدام از ما وقتی به دنیا میایم با هر شخص دیگری که
به دنیا اومده وقتی مقایسه بشیم به لحاظ سه تا سرمایه جسمانیمون با هم فرق میکنیم، یعنی سلامت ما درصد سلامتی که من باش به دنیا میام با درصد سلامت شما مساوی نیست، درصد نیرومندی جسم من هم با درصد نیرومندی جسم شما مساوی نیست، درصد زیبایی جسم من هم با درصد زیبایی جسم شما مساوی نیست. ما با این سه تا سرمایه با نسبت‌های متفاوتی از سه تا سرمایه به دنیا میاییم، یعنی نه سلامتمون نه نیرومندیمون و نه زیباییمون به یک اندازه نیست. شما یه درصدشو بیشتر از من دارید، اولش تو عامل دوم. این که در مورد جسممون که این سه تا سرمایه جسممون، اون هشت تا سرمایه ذهنی هم که ما آدمیان داریم، ما واقعا به اندازه هم به دنیا نمیایم با اون هشت سرمایه جسمانیمون، یعنی قدرت یادگیری، قدرت یاد سپاری، قدرت یادآوری، هوش بحر، سرعت انتقال، قدرت تفکر، عمق فهم و قدرت اقناع. این هشت تا سرمایه ذهنی هم که ما داریم به یک اندازه نیست، ما با هشت با درصدهای متفاوتی از این هشت تا سرمایه ذهنی به دنیا میایم. هوش بحر شما یه در 140، من هوش بحرم 70. شما سرعت انتقالتون کمتر از سرعت انتقال منه، عوضش قدرت یادگیریتون بیشتر از قدرت یادگیری منه و به همین ترتیب ما از این هشت سرمایه ذهنی هم متفاوت به دنیا میایم. 54 یا 56 تا سرمایه روانی هم روانشناسان کشف کردن که اونا باز ما با هم متفاوتیم. قدرت مدیریت از بچگی تو آدم ها فرق میکنه. تو بچگی توجه میکنید، شما معلم کودکستان باشید، معلم مهد کودک باشید، معلم کودکستان باشید و خودتون رو تجربه میکنید. بچه ها رو برید توی پارک بگید 4-5 ساعت اینجا بگردید و بازی کنید تا برید. اگه دقت بکنید بعد از یه مدت میبینید که 3-4 تاشون دور هم جمع شدن، یکیشون داره مدیریت میکنه. سارا عقب وایسه، دارا بیا جلو، دستتو تو بینید نکن بده. این که قدرت، این که دانش مدیریت دانشگاه هاروارد نخونده بچه 4 ساله، واجبه می‌کنید یه توانایی روانی که بعضیا مدیریت و قدرت تأثیر در دیگران دارن. خب این توانایی روانی ما 54 تا 56 تا از این توانایی‌های روانی هم کشف. یه سلسله توانایی‌های اقلیم جغرافیایی هم داریم. بالاخره آدم فرق می‌کنه که در هند به دنیا بیاد، به لحاظ جغرافیایی عرض می‌کنم، یا در آریزونای آمریکا به دنیا بیاد یا در قطب شمال به دنیا بیاد، فرق میکنه با هم. توجه میکنی اینا ویژگی های اقلیمی روی ما اثر میگذارن. و اما پنجم هم ویژگی های اقلیم و محیط فرهنگ فرهنگی تاریخیه. بالاخره در این خانواده ثروتمند آدم به دنیا بیاد فرق میکنه تا یه خانواده فقیر، پدرش استاد دانشگاه باشه فرق میکنه تا پدرش مثلا فرض کنید که یک مثلا فرض کنید ارزش داور نمی کنم و اصلا تفاوت هایی که رو اصلا یه پدر بی سوادی باشه فرق میکنه دیگه، درسته؟ پدر شما اسباب عزت و افتخارتون باشه فرق نمیکنه تا اسباب بدنامیتون باشه. و کسانی هستن که پدر و مادری دارن که دلشون میخواد هر جا تو هر مجلسی وارد میشن همه ازشون بپرسن شما دختری کی هستی، پسری کی هستی، از بس افتخار میکنه به پدرش و مادرش. یه کسانی هم هستن میگن خدا کنه کسی از ما نپرسه که پسری کی هستی دختری کی هستی، اونا فرق میکنن دیگه. توجه میکنی؟ حالا رواقیون میگفتن این پنجتا را اینا اجتناب ناپذیره، عشق ببرزید به اینا، هیچ وقت آرزوی یک آیکیوی کمتر و بالاتر نکنید، آرزوی اینکه زیباتر از این باشید یا زشتر از این نباشید نکنید. اینا چیزایی هستن که ما چون اجتناب ناپذیرند عاقلانه ترین و حکیمانه ترین مواجهه با اینا اینه که قبولشون. بعد رواقیون گفتن وقتی قبولشون میکنید اینها رو، رضایت میدید به سرنوشت، سرنوشت تو اصطلاح رواقیون یعنی پنج تا چیزی که در اختیار ما نیست، میگفتن وقتی به اینا رضا میدید اون وقت چنان آثار مثبتی از این رضا دادن میبینید که کم کم عشق میبرزید به سرنوشتتون. به این میگن عشق به سرنوشت. رابرت سولومون فیلسوف آمریکایی که چند سال پیش از دنیا رفت و یکی از فیلسوفان ارزشمند غرب از این لحاظ که مایه های اگزیستانسیالیستی رو با روش تحلیلی با هم گرد آورده، یه کتابی داره به نام معنویت برای شکاکان. حالا وارد بحث نمیخوام بشم،
سخنش بر سر اینه که اگر کسانی نسبت به دین و مذهب و عرض کنم که آنچه که در قدیم وجود داشت موضع شکاکانه یا منکرانه دارن، شق دومش این نیست که لزوماً برن ماتریالیست بشن. نه، میشه آدم شکاک باشه نسبت به دین و مذهب و اون چیزا، ولی در این حال ماتریالیست هم نشه. راه سومی وجود داره، اسمش میذاره راه معنویت. عنوان این کتابش هست معنویت برای شکاکان. تو این کتاب در واقع میگه چجوری شما میتونید در عین اینکه هیچ کدوم از آموزه‌های دینی و مذهبی رو قبول ندارید، ولی ماتریالیستیک وار هم زندگی نکنید، اسپریچوال وار زندگی بکنید. در اون کتاب ایشون اول بخش اول کتاب بحثش در باب همینه که اولین کاری که برای یک زندگی معنوی باید کرد، باید این اندیشه رواقیون رو آزمود. آزمودنش به اینه: تو اول قبول کن، بپذیر سرنوشت تو، یعنی 5 تا که تو زندگی هست بپذیر، بعد با پذیرشش شروع کن به زندگی کردن، بعد چنان زندگی در نظر لذت بخش میشه که این پذیرش تبدیل میشه به عشق. وقتی که پذیرش سرنوشت تبدیل میشه به عشق به سرنوشت، خب ما اینو باید تمرین کنیم، ببرزیم به خودمون. ولی خب ما معمولا اینجوری نیستیم. ما معمولا اگه دقت بکنید به بعضی از چیزایی که به ما داده شده راضی نیستیم، میگیم چرا بیشترش به ما ندادند. حالا هر کدوم نسبت به حساسیتمون، یکی میگیم چرا من زیباتر از این نیستم، یکی میگه چرا من باهوشتر از این نیستم، یکی میگه چرا من در یه خانواده خوشنامی به دنیا نیومدم. ولی بالاخره معناش اینه که داریم نق میزنیم به سرنوشت. حکیمانه ترین راه به گفته رواقیون و عاقلانه ترین راه اینه که شما عشق به سرنوشت داشته باشید. وقت ببینید که ببخشید سرنوشتتون بپذیرید، وقت ببینید با پذیرش این سرنوشت چقدر زندگی براتون بهتر میشه، وقت کم کم عشق به همین سرنوشت پیدا میکنید و میبینید که با همین سرنوشت هم که بهتون دادن میشده خیلی کارهای بزرگی انجام بدید که خودتون رو راضی کنید. اینم من فقط اشاره بهش میکنم، اشاره کردم، ولی اینم جای بحث داره و البته جای دیگه بحث داده شده. اینم نکته 25 بود. نکته 26 در واقع اون چیزی که بهش میگیم گلت، احساس گناه. احساس گناه هم خیلی دلنگرانی و استراب رو فراوان میکنه. ببینید گناه در اینجا لزوماً مفهوم دینی و مذهبیش مراد نیست، خطای اخلاقی هم زیر مجموعه همین قرار میگیره. حالا اگر اندیشه دینی و مذهبی داری، احساس گناه تعبیر بهتری، ولی اگر اندیشه دینی و مذهبی نداری، احساس خطاکاری اخلاقی. این احساس خطاکاری اخلاقی خیلی دلنگرانی ایجاد میکنه. خب در واقع به نظر میاد که راهش جز دوتا کار نیست. یکی این که ببینید، مقدمات اینو عرض بکنم تا این دوتا راه رو بعد بگم. ببینید آدم در زندگی دو دسته هست که در زندگی از این بابتی که دارم عرض میکنم دلنگرانشون کمه. کسانی که فتیله آرمان طلبی هاشون رو تا تونستن بالا کشیدن، ولی فتیله عمل رو هم بالا کشیدن، مثل بودا، مثل ابراهیم ادهم، مثل مولانای خود ما، توجه میکنید، مثل فرانسوای آسیزی، مثل آلبرت شوایستر در قرن ما، که یک بار برسه یه تحولی در زندگیشون دیدن که من باید آرمان طلب تر از این باشم که اصلا فتیله آرمان جویی و آرمان خواهی خودشون رو تا شد کشیدن بالا، ولی حاضر شدن تمام مخارج و هزینه های این آرمان طلبی رو هم بپردازن. یعنی در واقع فتیله آرمان جویی رفت بالا، فتیله عمل به مقتضای آرمان جویی هم کشیده شد بالا. اینا از این جهتی که الان محل بحث منه هیچ استرابی ندارن، ناآرام نیستن، خوشن، خوش زندگی میکنن. عکس اینم یه وقتی به خود میاد میبینید بی جهت فتیله آرمان طلبی خودتون رو بالا کشید، فتیله آرمان طلبی رو بکشید پایین، متناسب با همون فتیله پایین آرمان طلبی به همون مقدار عمل کن، اونم خوش زندگی کن. طرف بگه که آقا من آرمان های بلند 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 ندارم، من آرمانم تو زندگی اینه که یک زندگی آبرومندانه برای خود و زن و بچه فراهم
آرمان رو در حد آوردم پایین. هیچ چی بیشتر از خودم انتظار ندارم. یک زندگی آبرومندانه قانعانه برای زن و بچه خودم میخوام فرام، برای خودم و زن و بچه. یا نه من آقا فتید از خودم انتظارم اینه که کار رو که تو اداره بر عهده گرفتم چنان که بر عهده گرفتم انجام بدم. بیشتر از این از خودم توقع ندارم. خب این فتیله آرمان طلبی اومده پایین، شده در حد اینکه یک کارمند خوب باشم تو اداره. فتیله توقع هم کشم پایین، میکنم من آقا میخوام فقط یه شهروند خوب باشم، کار خلاف قانون نکن. اینا هم آرمان طلبی ها، ولی فتیلهش پایین اومد، متناسب با اینم زندگی بکنم. اما بدا به حال کسانی که فتیله آرمان طلبیشون کشیدن بالا، فتیله عملشون همین پایین ها مونده و فاصله آرمان و عملشون خیلی زیاده. اینا رنج میکشن، اینا دائما دارن خودشون آزار میدن، سرزنش میکنن خودشونو، بکوهش میکنن خودشونو، سرکوفت میزنن به خودشون، با خودشون کشتی میگیرن، خودشونو زمین میزنن، به خودشون طعن و لعن میکنن، به خاطر اینکه آرمان ها رو بالا کشیدن نتونستن فتیلش رو پایین بکشن. اولا فتیلش پایین موده نتونسته بالا بره و فاصله زیاد شد. این قاعده است واقعا تو زندگی. خب آدم اگه واقع بین باشه وقتی که میبینه نمیتونه به اون آرمانش عمل کنه، فتیله آرمان رو بکش پایین، با خودت قرار بگذار که بابا حالا که نمیتونی اونجوری بشی یک شهروند خوب باش، کافی. یه سرپرست خوب خانواده باش، کافیه. کارتو تو اداره خوب انجام بده، کافی. اینا خودش کم چیزی نیست و در همین حد هم عمل بکن، خب از خودت راضی. این در واقع چیزیه که حالا بر اساس این میخواستم بگم این احساس گناهی که در ما وجود داره، این احساس گناه ما برای مواجهه با این باید دوتا کار که این احساس گناه در ما کم بشه و اینقدر به خودمون توفلع نکنیم. یکی این که واقعا توانایی ها و پتانسیل های اخلاقی زیستن خودمون رو بفهمیم و آرمان اخلاقی خودمون رو در حد همون پتانسیل ها بیاریم پایین. از خودمون توقع بیش از حد نداشته باشیم. عجیبه که ما تو جسم خودمون توقعاتمون رو تعدیل میکنیم، میگیم آقا من اسکلتم جوری نیست که بتونم دو انجام بدم، نمیتونم. این بدن بدن کشتی نیست، این بدن بدن بوکس نیست. حالی میکنیم با خودمون. اما عجیب اینه که وقتی از جسممون دیگه وارد ذهن و روان میشیم دیگه نه، دیگه نمیخوام قبول بکنیم که آقا همینطور که جسم من جسم بوکس نیست، ذهن منم ذهن آینشتاین نیست، روان منم روان یک کسی نیست مثل فرانسوای آسیزی نیست، این روان اون روان نیست. بنابراین یکی این که این پتانسیل ها رو تشخیص بدیم و در حد پتانسیل توجه میکنیم. یک مطلب دومی هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که اندیشه معصومیت یه توهم، اندیشه معصومیت و بیگناهی یک توهم. هیچ کس در عالم معصوم نیست، هیچ آدمی معصوم نیست زندگی، توجه میکنی؟ و بنابراین اصلا این که من یه جوری زندگی بکنم که معصوم باشم این یک توهمه. تو نمیتونی معصوم باشی و بنابراین از خود توقع کمتر خطا کردن داشته باش، نه خطا نکردن. وقتی دارم توقعش رو در حد این که من میخوام کمتر خطا بکنم بیاره پایین، اون وقت من بارها و بارها این داستان این قصه رو نقل کردم براتون که و این البته تجربه ایست که همه شما کم و بیش زندگیتون دارید. یه نمیدونم یک رمانی هست به نام وجدان زنو مال ایتالو اسوو، نویسنده معروف ایتالیایی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، به زبان فارسی هم ترجمه خوبی شده سالها پیش. اگر حوصله نداری کل رمان رو بخونید، فصل اول رمان رو بخونید. قهرمان داستان زنو در این کتاب
این تصمیم میگیره که سیگار رو ترک کنه. یه سیگاری خیلی قهاره. میخواد سیگار رو ترک کنه. میگه من از فردا صبح مطلقا سیگار نمیکشم. حالا کسی که تا الان روز 120 تا سیگار میکشیده، میگه من از فردا صبح مطلقا سیگار نمیکشم. خب فردا صبح تا ظهر و بعد از ظهر سیگار نمیکشه، اما این ارگانیزمی که با 120 تا سیگار عادت کرده، این یقین بدونید که اسیان میکنه. توجه میکنید؟ یقین بدونید که از زیر بار این تقیدی که شما بر خودتون درست کرده در میاد. هیچی نزدیکی های ظهر میبینه که نه دیگه باید سیگار رو بکشه. سیگار رو میکشه و میگه خب دیگه امروز که قرارمون به هم خورد، حالا دیگه ادامه امروز هم سیگار رو میکشیم، دیگه از فردا صبح نه. توجه میکنید؟ خب فردا صبح هم مثل امروز صبح، چون امروز صبح مگه مشکلت چی بود؟ این بود که تا دیروز 120 میکشیده، از نظر امروز نتونستی نکشی. خب فردا صبح هم همین مشکل داری، چون تو همین امروز داشتی 120 میکشیدی، فردا صبح هم نمیتونی 120. این مدتی وسط های روز که خلفه بعده میکنه میگه که از فردا صبح امروز هم ادامه شو بکشیم از فردا صبح. بعد از این مدتی میگه که فردا صبح فایده نداره. میگه آقا من از اول هفته آینده دیگه سیگار نمیکشم. نه این هفته هم دیگه به هم خورد، دیگه ریخت به هم. نه دیگه از اول هفته آینده. اول هفته آینده میگه من از دوشنبه آینده دیگه امکان نداره سیگار با تا روز یک شنبهش هم داشته با 120 سیگار میکشیده ها. توجه بکنید هیچ فرق با قبلش نکرده. خب اینم یه نصف روزی یه روزی و بعد باز دوباره به هم میخوره. میگه این هفته که دیگه که از بین رفت قراره و میگه دیگه هفته آینده. یه مدتی هم این مدت هفته میشه. کم 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 میگه نه دیگه، نه از اول این ماه که دیگه ما آلوده شدیم، این ماه هم تو بگذرونیم، دیگه از اول ماه آینده من دیگه سیگار نمیکشم. توجه میکنی؟ و باز نمیشه. بعد کم کم ماها بیخاصیت میشن. همیشه هم آدم فکر کنه اعداد مهمه در اینجا. فکر کنه اعداد سرنوشت آدمو تعیین میکنن. اصلا عدد هستن. بعد از این مدتی میبینید که نه دیگه نشد. میگید که من از اول سال شمسی، از اول سال میلادی، من روزی که روز کریسمس شد دیگه از فرداش دیگه امکان نداره من سیگار. تا دیروز هم داشتین میکشیدی، البته فکر میکنید حالا کریسمس که میشه یه معجزه ای رخ میده، یا از روز نوروز سال آینده من دیگه سیگار نمیکشم. روز نوروز مثل بقیه روز هست، هیچ فرق نمیکنه، این اعتباریاته. باز چیکار میکنید؟ میگید روز نوروز هم میبینه فاده، سال نو هم اومد و رفت و میگید امسال هم نشد دیگه، حالا این سال هم بکشیم سیگار تا سال آینده. کم کم میبینید فایده روز تولداتون مهم میشه. من دیگه از روز تولد 43 سالگیم دیگه سیگار نمیکشم. ناجم فکر میکنید روز تولد 43 سالگیم یه روز متفاوته با بقیه روزاست. باز دوباره با خودتون قرار میذارید و روز تولدم خب امسال که دیگه نشد تو 43 سالگی، از اول تولد 44 سالگی. بعد یواش یواش دیگه از اینا میگذره. وقت میگید آقا من از 9 فکر می‌کنید وقتی سه تا نه بیاد توش سر هم، از نهمین روز نهمین ماه سال 1399 توجه می‌کنید؟ فکر می‌کنید 9 یه خاصیتی داره. توجه می‌کنید؟ این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که می‌خواستی از فردا هیچی سیگار نکشی، تا آخر عمرت به همین ترتیب سیگاری خواهی ماند. سیگاری ماند. چرا؟ چون هیچ روزت با روز قبل فرق نمیکنه. همون چیزی که برنامه روز قبل رو به شکست کشون، برنامه امروزت هم به شکست میکشونه. چون روز قبل 120 سیگار میکشیدی، خب این ارگانیسم اجازه نمیده 120 سیگار یه بار بشه هیچ چیز سیگار. اما یه وقتی بگید که آقا من اصلا تصمیم ندارم سیگار رو ترک کنم، من تو امروز 120 سیگار میکشیدم، من میخوام از فردا 119 تا سیگار بکشم، به نظر میاد تصمیمتون قهرمانانه نیست. توجه میکنید؟ قهرمانانه نیست، انقلابی نیستید. اما بگید نه من اصلا قصد ترک سیگار ندارم، من 119 سیگار از فردا میخوام بکشم. توجه میکنید؟ تا یه 10 روزی بدنی که با 120 سیگار عادت کرده با 119 تا میتونه بسازه یه جوری.
یه مدت 119 تا سیگار میکشید، دیگه بدنتون به 119 تا عادت میکنه، بعد میگید من میخوام بکنم 118 تا سیگار. بدنی که با 119 تا عادت کرده با 118 تا میتونه بسازه. اینجوری تصمیمتون قهرمانانه نیست ولی به نتیجه حتما خواهد رسید، حتما به نتیجه میرسید. بعد از 3 سال سیگاریتون سیگاری بودنتون از بین رفت. ما هم همینجوری تو خطای اخلاقی هم، ما تا الان روز 516 تا دروغ میگفتم، 400 تا غیبت میکردم، 17 تا سخنچینی میکردم و اینا. حالا میخوام از فردا صبح من بشم یه معصوم. این معنیش اینه که تا آخر عمرت همین آلودگی که داری خواهید داشت. اما اگه بگید آقا روز 20 تا دروغ رو میشه تبدیل به 19 تا دروغ کرد، آتشو میکنید. بعد که این ارگانیزم با 19 تا دروغ عادت کرد، میشه تعداد دروغ رو کرد 18 تا، با 18 تا هم عادت میکنه و میشه. اندیشه معصومیت اندیشه ایست که تو رو تا آخر عمر در منجلاب فساد نگه داره، چون خواسته معصوم بشی، میخواسته دیگه به طور کلی دست برداری. نه بابا بگو به طور کلی نمیخوام دست بردارم، میخوام گناهانم رو کم کنم، میخوام خطاهای اخلاقیم رو کم کنم. مخ آهسته 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 این در واقع وضع پدید میاد بر تو. این دوتا کار مهمه واقع نمی‌کنید، برای اینکه این دلنگرانی‌هایی که ما از ناحیه احساس گناهی که می‌گفتم داریم این کم بشه. اینم مورد خدمت عرض کنم که 26 میگم پسام عرض کنم. و اما مورد 27 که می‌خوام عرض بکنم اینه که خیلی وقتا دلنگرانی‌های ما ناشی از اینه که زندگی برامون معنادار نیست، زندگی برامون بی‌معناست. می‌کنیم و احساس می‌کنیم زندگی به تکرار می‌افته. می‌کنیم برای اینکه از این تکرار بیایم بیرون دست به کارهایی می‌زنیم که اتفاقا دلنگرانیمون افزایش پیدا می‌کنه. آدم وقتی که زندگی براش بورینگ بشه و ملال افزا بشه و ملال آور بشه، برای اینکه این ملال رو از بین ببره دست به کارهایی می‌زنه که دلنگرانیش تشدید می‌کنه. توجه می‌کنید؟ دیدید که ما برام گریز از ملال زندگی که به اعتیاد رو می‌بره. برای گریز از ملال زندگی به اساس کارهای دست میزنیم که فقط میخوایم ماجراجویی هایی باشه برای از بین بردن ملال، ولی بعد این وضعمون رو بدتر میکنیم. خب این در واقع همش ناشی از اینه که زندگی بی‌معناست. اگه زندگی معنادار باشه از تکرار شدن ملال پیدا نمیکنه. چرا شما هیچ وقت از تکرار نهار خوردن ملال پیدا نمیکنید؟ بگید آقا چقدر نم؟ به خاطر اینکه معتقدید این غذا خوردن یه معنایی داره و اون ایجاد سلامته. اینه که از تکرارش به ملال نمیفتید. اگه همه کارا مثل غذا خوردن بود ما از تکرارش به ملال نمیفتیدیم. شما هیچ وقت نمیگید که خب دیگه صبحانه خوریم، تا کی صبحانه بخوریم؟ نه، میگید آره صبحانه خوردم، فردا صبحانه میخورم. پس فردا میخورم بدن اینه که میدونم این صبحانه خوردن چیکار برام میکنه. معنادار صبحانه خوردن، استحمام برای شما معناداره. نمیگید آدم تا کی حمام بره، ما دیگه حمام رو رفتیم دیگه. نمیگید که اینو، چون براتون معناداره ملال براتون ایجاد میکنه. اما کارهایی که این رو نداشته باشه اون وقت برای شما ایجاد ملال میکنه. چاره جز این نیست که یه زندگی معنایی داشته باشه، وگرنه اگه معنا نداشته باشه آدم به ملال میفته. برای رفع ملالش به یک ماجراجویی هایی تن میزنه که اون ماجراجویی ها به زندگی معنا نمیدن، ولی خودشون دلنگرانی های زندگی رو افزایش میدن. اینه که حالا اگه شما قائل به کشف معنای زندگی، باید زندگی رو معناشو کشف کنید. و اگر قائل به جعل معنای زندگی، باید معنای بر زندگیتون جعل بکنید. من خودم شخصا بارها گفتم من معتقدم زندگی باید معنای براش جعل کنه. خود ما باید معنا ببخشیم. ما معنا بخشی میکنیم به زندگی، نه معنا یابی. ما تو زندگی معنای نمییابی، چون زندگی معنای نداره که بشه بیافت. اما زندگی رو میشه بهش معنا بخشی. بعد به زندگی خودمون معنا میبخشیم و از ملال میایم بیرون و باعث نمیشه که اون دلنگرانی هایی رو که بر اثر اون ماجراجوهایی در زندگیمون ایجاد میکنیم افزایش بدیم. اینم مورد 27 توجه میکنید. و اما مورد 28 که دلنگرانی زاست که همه شما دیگه تا بگم اشاره میکنم. ببینید دانستنی هایی هست که وقتی شما میدونید
اگه رنجتون هم افزایش میده، بله عوضش کاری هم میتونید بکنید. اما دانستنی هایی هست که وقتی میتونید رنجتون افزایش پیدا میکنه، کاری هم نمیتونید بهش انجام بدید. نه، فقط دلنگرانتون بیشتر میکنه. ما باید آگاهانه خودمون از این دانستنی ها کنار بکشیم. ببینید، یه وقت هست که من میدونم که شما یک بیماری پیدا کردید. خب البته دوست منید، من به شما علاقه دارم و بنابراین تا میفهمم شما مبتلا شدید به بیماری صعب العلاج، خیلی دلنگران میشم. اما خب خود این دلنگرانی باعث میشه کمکی به شما بکنم، درسته؟ اما یه وقتم هست که من میدونم که گرسنگانی در آفریقا در هر روزی در فلان کشور 5000 نفر از گرسنگی میمیرن و فرض رو بر این بگیرید که هیچ کاری نمیتونم بر اونا بکنم. مطلع شدن از این خبر چه سودی داره؟ این غیر از این که درد و رنج من افزایش پیدا میکنه و هیچ سودی هم برای اون گرسنه نداره. این سرک کشیدنی که ما میخوایم از همه چیز با خبر بشیم، نت میکنیم و به همه جا ناخونک بزنیم و نمیفهمیم که خیلی از این سرک کشیدن ها و ناخونک زدن ها فقط و فقط درد و رنج من افزایش. چرا؟ چون کاری نمیتونم بکنم برای اون مصیبت زده، برای اون کسی که دستخوش اون وضع عرض میکنم که نامطلوبه. خیلی از دلنگرانی‌هایی که من و شما داریم به خاطر این اینفورمیشن، اطلاعاتی است که ما میرسه، ما در ازاش هم هیچ کاری از دستمون ساخته نیست و فقط خودخوری میکنیم، فقط به خودمون آزار میرسونیم. من به نظرم میاد که آدم خودش میدونه که چه نوع اخباری رو کاری در بابش میتونه بکنه، فقط خودش رو در معرض این اخبار باید قرار بده. اما اخباری که من خودم میدونم که کاری در بابش نمیتونم بکنم، اینا رو چرا هی ناخنک بزنم و سرک بکشم و این اخبار پیدا کنم و فقط این اخبار درد و رنج منو افزایش میده، یعنی به من زیان میرسونه ولی به مبتلایانم بی سودی نمیرسونه. ما الان این حالت رو پیدا کردیم. حالا بگذاریم از این که این نوع اخبار رو فراوان شنیدن یک نوع سنگدلی ایجاد میکنه که خودتون میدونید که بعد تحقیقات فراوان صورت گرفته که آدم ها کم کم سنگدل میشن، توجه میکنید، و آستانه رقت قلبشون دائما هی بالاتر و بالاتر و بالاتر میره. اما در این حال به اونش کار نداشته باشم، دلنگرانی ما افزایش پیدا میکنه. دلیل نداره وقتی من کاری نمیتونم برای چیزی بکنم اطلاعات درباره اون چیز پیدا کنم و فقط اون اطلاعات من رو از امر رو بدتر میکنه. اینا این فقط خبره یا دانش هم میشتونه باشه؟ نه نه، اتفاقا من در باره دانشش الان بحث نکردم، ولی در باره دانش هم من اینو گفتم. من یه وقتی بحث کردم، یعنی بیش از یک بار، در باره حکمت به من چه، و گفتم ما باید حکمت به من چه رو در باره دانش داشته باشیم. ولی الان فعلا دارم چی داشتم میگفتم، فقط راجع به خبر داشتم عرضو کردم. این مورد 22 خدمت عرض کنم که هشتمه. مورد 29 هم که یادداشت کردم، مورد 29 هم دربار اینه که یکی از مناشی و منابع دلنگرانی ما همیشه اینه که خودمون رو منحصراً قربانی یک حادثه میدونیم، قربانی یک مصیبت میدونیم، بنات میکنیم و این بیشتر دلنگرانمون میکنه. من از یه مثال استفاده کنم. من بارها اینو گفتم من اگه بفهمم که یک نوع سرطانی مبتلا شدم که تو عالم 40 میلیون به این سرطان مبتلا، آسود خاطر ترم تا بفهمم به یه سرماخوردگی مبتلا شدم که تو تاریخ پزشکی اولین کیسش منم، با اینکه اسمی سرماخوردگیه. با میدونی چرا؟ چون وقتی که بفهمم 40 میلیون دیگه هم مبتلا به سرطانم، میگم لابد بشر برای 40 میلیون آدم دیگران یه کاری میکنن، ما هم از اون کاری که اونو برای اون 40 میلیون میکنن ما هم سود میبریم. اما اگه گفتن شما یه سرماخوردگی گرفتید که الان کیسش اصلا ثبت نشده تاریخ علم پزشکی، باید میگوید، من میگم خب اگه کیسش ثبت نشده باشه چی کار میتونن بر من بکنن؟ اولا کی انگیزه پیدا میکنه به خاطر یه آقازادهی مثل من بیا تحقیقات پزشکی رو سمت و سو بده به طرف این؟ عرض کنم که این سرماخوردگی و بعدم حالا فرض کنم تحقیقاتم
سمت و سو پیدا کرد، آیا به نتیجه رسیدنش این معلوم نیست. اما اگه فهمیدم که نه 40 میلیون مبتلا به سرطان منن، میگم بابا راجع به 40 میلیون کارها صورت گرفته و انگیزه وجود داره و یه کاری میکنم. یکی از دلنگرانی هایی که تو زندگی ما داریم اینه که فکر میکنیم مصیبت های ما مصیبت های منحصر به فرده. دیدید که مثلا بعضی از شما اگر خود نکرده مبتلا شده باشید به بعضی از بیماری عصبی از جمله افسردگی، آدم تو افسردگی اول چیزی که براش حاصل میاد اینه، میگه آقا مرد من استثنائیه. هرچی رفقا به شما میگن آقا افسرده تو آدم زیاده، میگن بابا شما اصلا مدرجه نیستی، من اصلا یک مورد من یک مورد خاصم، من فرق میکنم با همه افسرده ها. توجه میکنیم ما باید اینه بهش توجه بکنیم که اصلا و ابدا اینجوری نیست، ما یک مورد خاصی نیستیم و بنابراین مشکلات زندگی رو به توسط اینکه خودمون یک مورد خاص میدونیم بزرگش نکنیم. در روان درمانگری گفته میشه که روان درمانگر کمترین کاری که برای شما میکنه، توجه میکنیم، اینه که به شما میگه که تو منحصر به فرد نیستی، این یه مقدار شما را آرامش بهتون میده. وقتی روان درمانگر به شما میگه خود من تو همین 20 سالی که مثلا روان درمانگری میکردم به 5000 مورد مثل تو برخوردم، خود این بار این آزار در شما کم میکنه، این کمترین کاری که روان نشون میده که تو یک مورد کیس استثنایی نیستی. ما خیلی وقتا واقعا فکر میکنیم که ما یک کیس استثنایی هستیم. من فکر می‌کنم ما تنها کسی هستیم که برادرمون به اون ظلم کرد، تنها کسی هستیم که همسرمون به اون خیانت کرده، منت می‌کنیم، تنها کسی هستیم که نابحق تو کنکور ردمون کردن. اصلا و ابدا تنها کسی نیستید و بنابراین وضعی هست که برای همه هست و البلاء و ازا امت به گفته عرب ها ضرب مثل دارن، میگن البلاء و ازا امت صارت نعمتن. بلا وقتی فهمیدیم عمومیت پیدا میکنه خودش تبدیل به نعمت میشه، چون فهمیم همسرنوشت زیاد داره. ما خیلی وقتا واقعا نظرن میدونیم که کیسمون حسب فرد نیستیم، ولی چنان رفتار میکنیم که انگار این بلا فقط بر سر من اومده و این استرابمون افزایش میده. و اما مورد سیوم هم موردیست که ازش تعبیر میکنیم به آیرونی، که دیگه مورد آخری که من خدمتتون عرض کنم. ببینید سقراط در فرهنگ غرب چیزی روش پافشاری کرد به نام آیرونی و بعدها این اندیشه خیلی در اگزیستانسیالیست ها قوی شد و کرکبو یک کتاب خیلی مهم می نوشت در باب آیرونی با توجه به آراء سقراط. آیرونی یعنی چی؟ آیرونی یعنی قدرت این که به خودمون بخندیم، یه باید داشته باشیم، راجعه میکنیم، قدرت این که بتونیم به خودمون بخندیم. معناش چیه؟ خیلی از ما تصورمون بر اینه که یا نمایش جهان باید تا ابد ادامه پیدا کنه تا ما نقشمون رو جدی بگیریم، یا اگه بناست که این نمایش مدت کوتاهی ادامه داره ما نقش خودمون رو جدی نمیگیریم. سقراط میگفت که روش درست در زندگی اینه که بدونید که کل زندگی یه نمایشنامه است که شما یکی از اجرا کنندگانش، یکی از هنرپیشه‌ها و هنرمندان این نمایش. به زودی هم کل صحنه چی میشه؟ برچیده میشه. ولی در این حال نقشتون رو جدی بازی کنید. نقشتون رو جدی بازی کنید تو زندگی، اما بدونید که این نمایشنامه فردا کل صحنه برچیده میشه، از بین میره. تماشاگران هم از بین میرن. تماشاگران هم یادشون میره اصلا نقش شما رو. وقتی میگفت این از این راه حاصل میاد که شما قدرت خندیدن به خودتون رو داشته باشید. ببینید خنده، حالا دیگه وارد بحثش نمیخوام بشم، خودتون باز بهتر از من میدونید که در باب خنده و آثار روانی خنده کارهای خیلی جدی صورت گرفته. برکسون یک رساله مهمی داره درباره خنده که خنده خودش چه آثاری روی روان ما، چه آثار مثبتی روی روان ما داره. خب یکی از آثار که همه میدونن اینه که خنده
استرس روانی آدمو کم میکنه. وقتی آدم میخنده استرس روانیش کاهش پیدا میکنه، فشارهای روانیش کم میشه. اما به اینش سقراط توجه نداشت. سقراط به این نکته دومش توجه داشت و اون که خنده باعث میشه که آدم اهمیت اون چیز در نظرش کم میشه. مثال شما بزنم، میدونید چرا پدران و مادران ما وقتی یک کسی یه جوکی مثلا مستهجنی میگفت ما میخندیدیم، گفتن خفه شو، توجه میکنی؟ جمع کن خودتو. میدونید چرا؟ چون میدونستن که اگر شما به یک جوکی دوبار خندیدید قبحش از نظرتون چی میشه؟ کم میشه. میخواستن قبحش در نظرتون کم نشه. میدونید چرا اگه یک کسی یه آیه قرآن را یا یک قول رجال دین را نقل بکنه و بخنده، چرا این خنده تابوه؟ چرا؟ چون ابهت قضیه کم میشه. اگه شما به یک گفته خندیدید کمتر، شما نمیدونم اینو دقت میکنید که نمیدونم شما نوشته ایوان کلیما رو خونده اید یا نه. ایوان کلیما یکی از بزرگترین روشنفکران اروپای شرقی بود و کتاب نوشته که این کتاب به زبان فارسی هم دو تا ترجمه ازش منتشر شده. حالا دقیقا یادم میاد بهتون عرض میکنم عنوان کتاب ایوان کلیما چیه. خودش یکی از روشنفکران و مفکران اروپای شرقی. میگه که اتحاد جماهیر شوروی با روی کار آمدن گورباچف از هم نپاشید، که شما فکر با روی کار آمدن گورباچف از هم پاشید. میگه از وقتی که ما شروع کردیم حرفای بزرگان کشورهای کمونیستی رو نقل کردن و هر هر و کرکر خندیدن، ابهت اینا در نظر ما ریخت، ما خندیدیم و ابهتشون در نظر ما کم شد. وقتی ابهت در نظر شما کم میشه، موضوع اهمیتش از دست میده، اون وقت شما اون وحشتی رو که دارید از دست میدید نسبت به اون چیز دارید. ما خیلی وقتا اگر بخوایم یک کاری که خیلی وحشتش ما رو گرفته، این کار را وحشتش در نظرمون کم بشه و دلنگرانی کم بشه، اینه که اینو بخندیم. مثلا فرض کنید که شما اگر طرز وارد شدن خودتون در کلاس برای رفقاتون نقل بکنید و بخندید، فرض کنید شما استادید، طرز استادی خودتون رو نقل بکنید و بهش بخندید، آهسته آهسته اضطراب هنگام تدریستون کم میشه. سقراط میگفت که ما باید بتونیم به کل زندگی بخندیم، یعنی در عین اینکه جدی زندگی میکنیم گاهی وقتا به زندگی بخندیم و به خودمون حالی کنیم که این زندگی اهمیت چندانی هم نداره، ما این که خیلی براش اهمیت قائلیم. به تعبیر دیگری نقش خودمون رو به جد عمل بکنیم، ولی در اینها بدونیم کلش بازی اندر بازی اندر بازی. توجه میکنیم؟ شما اگه بتونید این که عالم چو یکی حباب، آن هم چه حباب، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سرابی که ببینند به خواب، وان خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. مجموع کنید ببینید، میگه عالم چو یکی حباب، میگه کل عالم مثل یه حباب، آن هم چه حباب، اونم چه حبابی، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، نه حبابی که رو آب حوض و استخر میبنده، حبابی که رو سر سراب میبنده. سراب ها خودشون چی هست؟ وقتی یه حباب رو سر سراب ببنده، آن هم چه سرابی که ببینن به خواب، اونم نه سرابی که هم تو بیداری میبینه، یه سراب تو خواب ببینید. راجع میکنی؟ تو خواب ببینید، یه سرابی تو خواب ببینید، نه تو بیداری.
وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب. اونم یه آدم سالم هم نخوابیده، یه آدم مست خوابیده تو خواب. اگه ما این تلقی رو پیدا کنیم، میدونید نستش چی میشه؟ نقشمون خوب اجرا نمیکنه. عرص سقراط میگفت این دید رو داشته باشی نسبت به کل زندگی، ولی نقشتون رو جدی بگیرید. ولی بدونید کل عالم همینه. راجعه میکنید تو ادیان و مذاهب میگفتن که کل عالم بر شاخ آهوه، ببخشید بر شاخ یه گاوه. حالا واقعا اون معنی اساطیریش بذارید کنار، واقعا بر شاخ یه گاوه. یه حیوان دیگه بیشوتر از گاو نیست. عالم گذاشتن رو شاخ این گاو. حالا ایشون میگفت که سقراط، آیرونی سقراطی این بود که شما نقشتون خوب اجرا کنید، ولی همیشه قدرت داشته باشید به هر وضعی هر چقدر جدیه بخندی. به نظر میاد رند حافظی که از ویژگیاش همینه که میتونه به کل این دست، کل دستگاه و چرخ و پر عالم بتونه بخندی. ما اینو نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. نیاز میکنیم. ما معمولا اگه اینجوری تلقی پیدا کردیم کارمون رو جدی انجام نمیدیم، و اگه کارمون رو جدی انجام دادیم فکر میکنیم دیگه همه چیز بر همین قرار خودش باقی خواهد موند. این خدمت براتون این سی موردی بود که من خدمت دوستان خواستم عرض کنم، ولی که بحث رو تمام میکنم دیگه ان شاء الله جلسه آینده در خدمت آقای ملکی هستم.